دوستان گرانقدر به بخش اول درس روز 36 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما شما در برنامه کویک بوکس روی کاستومرز ادوانس پیمنت صحبت میکنیم. به این مانا اگر ما شما از مشتری خود یک مقدار پول را به شکل ادوانس دریافت میکنیم یا خود ما نیاز داریم و از مشتری تقاضا میکنیم که یک چیزی پول را برای ما به شکل قرض پرداخت کنه به شکل ادوانس، چه قسم ما شما او را در برنامه کویک بوکس پروسس کرده میدونیم؟ خب به طور مثال این مشتری که شما میبینین به نام اجمل همدرد فلان بالانس ازی صفر است، به این معنا که نه ای از ما قرضدار است و نه ما از ای قرضدار هستیم. از این ما یک 50,000 افغانی را به شکل ادوانس دریافت کردیم. به خاطر ریکارد کردن از این ما شما میایم باز به منوی کاستومرز و روی کماند ریسیو پیمنتس کلیک میکنیم. وقتی که ریسیو پیمنت را کلیک کردی نام مشتری را انتخاب کردی، اول خب برای ما کویک بوک میگه که سر زوم ما شما هیچ اوپن انوایس نداریم، به این معنی که هیچ انوایس نیست که انپید باشه از طرف زو، و این به این معنی که از پیش ما شما فعلا قرضدار نیست، اوپن انوایس در هیستری ازی وجود نداره، انپید انوایس در هیستری ازی هیچ وجود نداره. خب ما میگیم که بهتر ما با انپید انوایس ازی کار نداریم، از این نفر ما 50,000 افغانی را به شکل ادوانس ریسیو کردیم. وقتی که شما 50,000 افغانی را نوشته کردین پایین بیاین، در این قسمت تاریخ انتخاب میکنین شما که به کدام تاریخی پول را ریسیو کردین، پیمنت اماونت و پیمنت دیت، به این تاریخ ما پول را ریسیو کردیم. اگر به شکل کیش باشه، اون ورقی که اگر برات امی مشتری داده باشه به یک کدام نوت داده باشه که امو نمبر اگه داشته باشه نمبرش اینجا ذکر میگین، اگه به شکل چک باشه چک نمبر شما در اینجا ذکر میگین. ما میگیم نه، به شکل کیش بود و کدام ورق مرق چیز نبود، امو تو ما شما زبانی گفتیم که با اینا زبانی گفتیم که برای ما 50,000 افغانی بود اینا داد برای ما. خب وقتی که شما این معلومات رو درج کردین، برزو در قسمت پایین اگر شما متوجه باشین یک آپشن فعال میشه به نام اوور پیمنت، و اینی اماونت که شما میبینین در حقیقت اوور پیمنت است، اضافه پیمنت است که اینی مشتری برای ما کرده. برای ما میگه اینی 50,000 افغانی که به حیث اوور پیمنت شما میخواین در ایج درج کنین، ای را چی میکنین؟ ای را میخواین leave this credit to be used later، اینی اماونت را میخواین بعدا شما به حیث available credits به این معنی که available balance شما به خاطر خریداری استفاده میکنین، یعنی به این معنی اگر مشتری از پیش ما شما چیزی را میخره، این را میخواین در مقابل از تبادله کنین، و یعنی این پول را شما بر از این مشتری ریفند میکنین. سابق شما از این قرضدار بودین و این را پس بر از این ریفند میکنین. میگم نه، این را میخوام به حیث اویلیبل کریدیتس در آینده ما این را استفاده کنیم، چون ادوانس پیمنت است. اگر مشتری نیاز داشت میتونه که از پیش ما مکمل پیمنت پس بگیره، و اگر میخواست که در آینده در مقابل پول که از چیزی را خریداری کنه هم بتونه خریداری کنه. خب بعد از اون ما چی میکنیم؟ روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردیم، برای ما یک معلومات میتن که تو میخوای که اینمی کریدیت میمو که در حقیقت کریدیت میمو سا ای را پرینت کنین، روی اینی کماند کلیک کنین، و اگر میخواین که نه ترانزکشن شما سیف شوه، اوکی کلیک کنین که ترانزکشن شما چی شوه؟ سیف شوه. ما اوکی کلیک کردیم، ترانزکشن ما سیف شد و در هیستری اینمی مشتری ما منفی 50,000 بالانس چی شده؟ اضافه شده. وقتی که شما بالانس منفی دیدین، ما قبلا هم گفته بودیم که به این معنی است که ای پول بالای ما و شما پیبل است، و برای اونو مشتری که روبروش نام نوشته شده گیست، برای از او اکاونت ریسیویبل است، برای ما و شما اکاونت پیبل است، ما باید پرداخت کنیم، اونا باید ریسیو کنه ای اماونت از ما و شما. در اینجا شما ببینین یک ترانزکشن اضافه شده، تایپش پیمنت است، اماونتش 50,000، و ای پول که رفته در کجا رفته؟ در ان دیپوزیتد فند اکاونت رفته. خب ای پول را مثلا بعد از 2 یا 3 روز این نفر آمد گفت که بیادر ما بعضی چیزها را سپیشت میخرم، یا مثلا ما بر از یک سرویس پروواید کردیم، یک ترنینگ برش پروواید کردیم، و این نفر گفت که بیادر برو شما خوبی از اون از پیش ما قرضدار هستین، انوایس زیره برای ما بده، یعنی 30,000 یا 40,000 افغانی که شما برای ما ترنینگ پروواید کردین، و اونم پولی که شما از پیش ما ادوانس گرفته بودین دو چی کنین؟ را تبادله کنین. خب چه قسمی را تبادله میکنین؟ میایم باز در کاستومرز، در کاستومرز که اومدین، به طور مثال ما برای زو یک ترنینگ پروواید کردیم، انوایس زیره جور میکنیم، برای زی میتم، برای زی ما انوایس جور کردیم از چی؟ از کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ. از چند نفر ما ترنینگ داریم؟ 15 نفر ترنینگ داریم برای زی نفر.
15 نفر چقدر میشه؟ 45000 افغانی میشه. بعد از اون چی کردم؟ یک سیو این کلوز کلیک کردم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم، اسپلینگ چکم ignore میکنم. در اینجا شما ببینین کویک بوکس اتوماتیکلی اینو چقدر تبادله کرده. 50000 ما از این مشتری ما قرضدار بودیم، 45000 افغانی را ما برای یک سرویس دادیم، پس باقی ما چقدر هستیم؟ 5000 افغانی. یعنی 5000 افغانی دیگه ما پیبل هستیم به این مشتری ما و او ریسیویبل هستن. خب در اینجا خب کویک بوک ایر اتوماتیکلی بالانس را کلیر کرد، مگم در حقیقت در برنامه کویک بوکس بعضی کارهای دیگه است که باید او را ما شما پروسس کنیم. اگر او را پروسس نکنیم، حساب کتاب در کویک بوکس غلط باقی میمونه. پس چیکار میکنیم؟ بعد از اون میایم در مینوی کاستومرز باز در ریسیو پیمنت میایم. چون اینوایس جور کردیم، خب از طریق ریسیو پیمنت باید همی کلیر شوه که ما اینقدر پول را از این نفر دریافت کردیم. چه میکنیم؟ میایم در ریسیو پیمنت. وقتی که در ریسیو پیمنت اومدی، نام مشتری رو انتخاب کرد، اتوماتیکلی برای ما میگه که این مشتری یک اینوایس که اماونتش 45000 افغانی، نمبرش 17 است، این قرضدار است ما شما. خب این نفری پول را به شکل چی برای ما داد؟ میگم به شکل کش برای ما کلش داد. اماونتی که برای ما باید پی کنه چقدر است؟ تقریبا 45000 افغانی. توتال این چقدر قرضدار است ما شما؟ اماونت دو 45000، اپلای 45000. در مقابل از این طرف چپ اگر شما ببینین یک چیز دیگه است به نام unused credits، و در اینجا برای ما کویک بوکس میگه که بدر تو 50000 افغانی از available credits در اینجا داری. این پول به این معنی که هر چیز که هست، اگر ما از این ادوانس گرفته باشیم یا کدام مسئله دیگه باش، خب برای ما میگه که اینی مشتریت که است، بالای خودت که است، 50000 اول افغانی به از available credits داره. میخوای این را در این تبادله کنی؟ میگیم بله خوب گوستم. یا اینمی مشتری برای ما گفت که بدر شما از پیش ما 50000 افغانی قرضدار بودین، این 50000 افغانی را 45000ش منفی کنین، دیگه 5000ش باز ما شما صحبت میکنیم. خب ما چی میکنم؟ اپلای کریدیتس کلیک میکنم، و در اینجا ببینید شما اتوماتیکلی برای ما نشون میده که اویلیبل کریدیتس اماونت چقدر است؟ 50000 افغانی است. یعنی این 50000 افغانی ما از اجمل هم در چیستیم؟ قرضدار هستیم و این را میخوایم با چی کنیم؟ تبادله کنیم. برای ما میگه که اماونت دو چقدر است؟ 45000 افغانی. کریدیتس یوز از این مجموعه 50000 کریدیتس که است ما 45000 زیر استفاده کردیم. اویلیبل کرنت اویلیبل کریدیتس چقدر است؟ 5000 افغانی. یعنی 5000 افغانی دیگه هم مشتری بالای ما شما چیست؟ قرض داره. بعد از دن کلیک میکنیم. وقتی که دن کلیک کردین باز ببینید دیجا برای ما میگه اوریجینال اماونت چقدر است، اماونت که باید پرداخت شو چقدر است، کریدیتس که از این مشتری ما استفاده کردن 45000 است، پیمنت برای ما صفر کرده چون به خاطر از کریدیت استفاده کرده، و اویلیبل کریدیت از این نفر چقدر است؟ 5000 افغانی دیگه هم هست. وقتی که من روی سیو این کلوز کلیک کنم، شما ببینید در اینجا باز اونمو 5 منفی 5000 افغانی است. خب مگم به حسابش قانونا در برنامه کویک بوکس کلیر شده، این نفر که ما که است از این نفر دیگه فقط 5000 افغانی قرضدار هستیم. در اینجا ببینید به خاطر از اینکه برازی ما شما 45000 افغانی یک اینوایس شروع کردیم، از پیش شما سرویس یا آیتم خریداری کردم، پس از 50000 که 45000 بره چقدر میمونه؟ 5000 افغانی. این 5000 افغانی ما از این نفر چیستیم؟ قرضدار هستیم. دیگه ای بود دوستا چه قسم شما میتونین که وقتی که از مشتری شما ادوانس میگیرین او را در برنامه کویک بوکس ریکارد میکنین و به مشکل او را چه قسم باز در برنامه کویک بوکس پروسس میکنین و کلیر میکنین.